در کره جنوبی بنابر آخرین گزارش ها تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 43,000 نفر رسید. حدود 65% از موارد جدید در سئول پایتخت کشور دیده شده است. کره جنوبی ده ها مرکز رایگان آزمایش ویروس کرونا در مناطقی از سئول که بیشترین میزان ابتلا را دارا هستند باز می کند. 150 مرکز آزمایش ویروس کرونا در مناطق مختلف سئول به 210 سایت قبلی اضافه می شوند. این مراکز برای 3 هفته باز هستند و هر کس می تواند یک بار آزمایش کرونای رایگان را انجام بدهد. دولت می گوید در صورت ادامه افزایش شمار مبتلایان مقررات شدیدتری را برای فاصله گذاری اجتماعی به اجرا درخواهد آورد. همچنین این کشور نیروهای نظامی را برای کمک به کارکنان بهداشتی در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا بسیج می کند. به گفته وزیر دفاع کشور در مجموع 379 افسر ویژه از فرماندهان نظامی برای پشتیبانی از تحقیقات اپیدمیولوژیک و انتقال نمونه های آزمایشی به مدت 2 ماه به مراکز پزشکی در سئول اعزام می شوند. مقامات بهداشتی دلیل موج اخیر عفونت ها را عمدتاً گرد همایی های خانوادگی و دوستانه که قوانین فاصله گذاری های اجتماعی را نقض می کند می دانند. الان مهمتر از هر زمان دیگری مشارکت فعال در فاصله گذاری اجتماعی اهمیت دارد. لطفاً از رفتن به مکانهای شلوغ خودداری کنید و همه گرد همایی ها با خانواده و دوستان را لغو کنید. در حال حاضر کره جنوبی با بدترین شرایط از زمان آغاز پاندمی تا به حال روبروست. دولت دستور به تعطیلی مدارس در شهرهای بزرگ کشور را نیز داده است. فرشته رستگار، صدای آمریکا.